الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. آخرین روایتی را که در ارتباط با شعیب بن صالح مطرح کردیم روایتی است که مفضل بن عمر از امام صادق نقل میکنه. روایت بسیار مفصل و طولانی است، چندین صفحه است، اما اونی که مربوط به بحث این عبارته که ثم یخرج الحسنی الفتى الصبیح تا میرسد که بله امیرهم رجل من تمیم، شخصیتی به نام حسنی قیام میکنه به دفاع از اهل بیت میپردازه. تجیبه کنوز الله به طالقان، اهل طالقان به کمک او میآیند. در این روایت خیلی از اهل طالقان تعریف و تمجید میکنه و توان بدنیشون، قدرتشون، اسلحهشون، معنویت و روحیات معنویات بالای آنها. از میفهمد که این طالقانی ها که پاسخ مثبت میدن به حسنی، امیرهم رجل من تمیم، شخصی از تمیم فرمانده این طالقانی هاست که پاسخ مثبت به ندای حسنی میدن. رجل من تمیم یقال له شعیب بن صالح. تمام، همین مقدار. دنباله روایت ظاهرا ربطی به این مطلب ندارد، چون دارد فیقبل یقبل الحسنی، در نصوص دیگر دارد الحسین، این اشاره به رجعت. اگر بگیم نسخه بدر را بگیریم، کلمه حسین آمده بعد از جریانات شعیب ابن صالح و حسنی، امام حسین، این اشاره به رجعت، اشاره به بازگشت امام حسین علیه السلام است. فیقبل الحسنی یا الحسین فیهم وجهه که دائره القمر الی آخر. پس شاهد فقط همین یک سطره و مطلبی که از این روایت استفاده می شود این است: طالقانی ها با روحیات و معنویات خیلی بالا پاسخ مثبت میدن به ندای حسنی، و این طالقانی هایی که میان برای کمک فرماندهشون شعیب بن صالح. خب چهره مثبتیه، از این روایت مثبت بودن چهره ایشان استفاده می شود و فرمانده این افراد، بیش از این هم دیگه استفاده می شود. اما در ارتباط با متنش، در ارتباط با سندش، گاهی ما یه نیمی نگاهی به خود کتاب می اندازیم، مدرک این روایت، گاهی هم نظری به سند می اندازیم. سند در جلسات قبل اشاره کردم، حسین ابن حمدانه که مورد تأمل و بحث، و بعدش هم محمد ابن نصیر که اصلا مشکل اعتقادی دارد،
حالا شاید بعد منحرف شده باشد، اما نسبت به مفضل ابن عمر نه، ما نظر منفی نداریم بلکه مثبت است. خلاصه اگه مشکل سندی حل بشه، دلالت قابل قبولیه و ما این مقدار را نسبت به شعیب میپذیریم. اصل شعیبی هست، اصل شخصی به نام شعیب هست و چهرش هم مثبته. حالا ویژگی هاش هم و خصوصیاتش این است که از عربه، از بنی تمیمه یا موالی هم پیمان با بنی تمیمه و فرمانده هم هست. این مقدار، بیش از این نه. پس باید ما بحث سندی را حل کنیم. به نظر من حلم نشه مشکل سندی، ایراد اشکالی به اصل این مضمون وارد نمی کن، چون ما مضمون را این مقدار را قبول داریم، به حد استفاضه رسید این مقدار. حالا ما یک اشاره هم به کتاب داشته باشیم، یعنی این روایت را هر کس نقل می کنه از کتاب مختصر بصائر درجات این مطلب را نقل میکنه. نسبت به شخصیت مؤلف هیچ تأملی نیست. مؤلف بزرگوار حسن ابن سلیمان ابن محمد ابن خالد حلی از علمای قرن 8 و 9، مرحوم عاملی در عمل العامل می فرماید فاضل فقیه و می فرماید که مرحوم افندی در ریاض می فرماید که من اجلت تلامذت شیخن الشهید، از شاگردهای مبرز شهید بوده و هو محدث جلیل فقیه نبیل. بله، مرحوم مجلسی از ایشان و تألیفش تعریف میکنن، میفرماید که کتب این در بهار الانوار جلد 1 صفحه 33 میفرماید کتب البیاضی و ابن سلیمان، یعنی همین آقای حلی صاحب مختصر، کتب البیاضی و ابن سلیمان کلها صالح للاعتماد، کتابهاش صلاحیت اعتماد بر آن هست. خب خود مؤلف چی؟ و مؤلفها من العلماء الانجاد و تظهر منها غایت المتانه و السداد، از خود تألیف متانت و دقت نظر از تألیفات کتاب استفاده می شود. خب در روزاتم می فرماید که کان من تلامذت شیخن شهید الاول، از شاگردهای شهید اول بوده و فقیه و فاضل. پس در فضل و کمال و فقاهت و عظمت این مؤلف مختصر بصائر الدرجات ما هیچ تأمل و تردیدی نداریم. کتابهاش هم دیدید مرحوم مجلسی تأیید می فرماید. اگر بحثی باشد در اینه که بالاخره این مختصر بصائر و درجات این مختصر چیه؟ ما شکی نداریم، عنایت کنید، شکی نداریم که مختصر البصائر اینی که هست. این از مرحوم حسن ابن سلیمان. پس اختلاف در چیه؟
در این است که مختصر سعد ابن عبدالله اشعری است یا دقت کنید یا منتخب در واقع ای از کدام اصله؟ ما یه شخصیتی به نام سعد ابن عبدالله اشعری داریم، یه شخصیتی هم به نام بله مرحوم صفار داریم. خب سوال این است ان المختصر لسعد والمنتخب لحسن ابن سلیمان. پس اصل کتاب اسمش مختصره، مالی کیه؟ سعد ابن عبدالله اشعری، و این آقا آمده از اون مختصر انتخاب کرده مطالبی را، لذا اسمش گوشته است المنتخب. اینه یا نه هر کدام از صفار و سعد یک کتابی به نام بصائر الدرجات دارن هر کدامش، درست؟ والمختصر یا منتخب این از کیه؟ از سعده. دقت کنید صفار یک کتابی دارد به نام بصائر، سعد اشعری هم کتابی دارد به نام بصائر. خب ای که مختصر البصائره، این مختصر کدومه؟ بعضی میگن این مختصر بصائر سعد اشعریه، نه مختصر بصائر صفار. پس در این که این کتاب از حسن ابن سلیمان بحث نیست، ولی بحث در این است که این مختصر، این منتخب مختصر از کیه؟ از کدوم کتابه؟ از کتاب بصائر سعد اشعری یا از کتاب بله بصائر صفار؟ در این اختلاف هست، این مقدار ظاهرا ضرری هم به اصل بحث نمیزن. پس مشکل کتاب حل، مؤلفش شخصیت جلیلی است، و مشکل متن و محتوا هم حل چون نظائر زیادی دارد. مشکل سندی اگر به حال خودش بماند، هزارم به حال خودش میماند، ما نتونستیم در بحث قبل حل کنیم مشکل را، سندی به اصل مطلب نمیزن. خب این آخرین روایتی بود که در ارتباط با شعیب ما بحث. بعضی میان مطالب دیگری را به عنوان روایت نقل میکنن. من راستش برام جای بحث اینها از کجا نقل شده تا برسیم به محتوا و برداشت هایی که از این روایات کردن. یکی از کتاب‌هایی که در ارتباط با علائم ظهور نوشته شده است و سرورمون زحمت کشیدن و مطالبش را آوردن، این کتابی است که میاد چند تا روایت راجع به بله شعیب نقل میکنه. بعد میگه شعیب ابن صالح فی بلدت سمرقند، ایشون از سمرقند سر در میاره و ظهور میکنه. سمرقندی که الان جزء کدوم؟ سمرقند و بخارا جزء کشورهای آزاد شده است. خب مطلبی را از کتاب
مرحوم نوری نقل میکنه، کفایت الموحدی. خب که بالاخره این آقا ظهور میکنه، تحرکت عساکر خراسان و تبع شعیب ابن صالح فی بطن طالقان و بوی از سید الموسوی در عبارت سعید سوس، نسخه بدلش یا سید موسوی یا سید سوس، به خوزستان و عقدت الرایه لقنات کردان. بعد دوباره روایت نقل میکنه از امام حسن مشتبه، که من به نظرم باز همین اشتباهه، حسن بصریه، حسن مشتبه نیست. یخرج رجل بالری ربعه اسمر من آل تمیم کوسج. خب این روایات را ایشون از این کتاب نقل میکند. الا ابشرک؟ قالوا بلا یا رسول الله. بالاخره اذا رأيتم ذلك فعليكم بالرجل التمیمی. بگید اوضاع به هم ریخته، برید با بله دور شخصی که به نام از تمیم هست دور اون باشید. فانه یقبل من جهت المشرق و هو صاحب رایت المهدی، صاحب بله لوای مهدی دست ایشون است. بعد فرمودن که الا ابشرک؟ گفتن بله بفرمایید بشارت. ان الذي يدفعها الى المهدي هو من ذريتك. قال لا، قال ذاك الذي مطالبي نقل میکنه. من عرضم این است که خیلی روشنتر مدرک این روایت را مشخص کنید، از کنار قضایا نگذارید. اگر مدرکش کفایت الموحدین مرحوم سید اسماعیل نوری تبرسیه، خب ایشون میدونید از متوفای 1321، این چند سال قبل؟ 1321، الان 1432، یعنی 110 سال قبل. خب این کتاب 3 جلد، جلد اول اصول ثلاثه است، جلد دوم امامت، جلد سوم معاد. خب جلدی که مربوط به معاد است، مربوط به امامت است، که ازش تعبیر کرده است اسمت الولایه. خب در این کتاب بحث غدیر آمده، قضای دیگه هم آمده. شاهد من این کلمه است، در این کتاب 200 کتاب اهل سنت را اسم میبره که مدرک این جلده. دقت کنید، یعنی جلدی که مربوط به امامته، مربوط به مهدویته، در آخر لیست میده که 200 کتابه که روایات این کتاب را من از اونجا نقل کردم. خب این روایاتی که در اینجا نقل میکنه راجع به شعیب ابن صالح از کدوم کتابه؟ تحرکت عساکر خراسان، تبع شعیب ابن صالح. الان مدارکش باید برای ما معلوم بشه تا بعد به آن استناد بکنیم. خب بزرگوار دیگری وقتی که روایات شعیب را نقل میکنه، مخصوصا اون روایتی که ما از خرائج و جرایح نقل کردیم که اون شعیب ابن صالح نبیه یا وصی نبیه یا رسول نبیه از طرف نبی، بالاخره شهید شده و اون بر میگرده. خب ایشون میفرماد که
این روایت علی فرض صحته، خب حرفش بجاست چون روایتی که ما نقل کردیم از خرائج مرسل بود، آیا مدرک دیگه برش پیدا کردیم ما؟ علی این مرحوم خرائج را، صاحب خرائج را ما هرگز نعوذ بالله نعوذ بالله متهمش نمی‌کنیم به اینکه نسبت داده نخه، مطلب را اگر خرائج نقل کرده همینطوره، ولی اشکالی که ما داریم این است که مسند نیست، لذا جای بحث سندی میمانه، اشکال سندی درش هست. خب علاوه ما با غمز عین با غمز نظر از بحث سندی روایتی رو که خرائج نقل میکند، بعضی ها میخوان بگن که پس شعیب ابن صالحی که در خرائج نقل شده از میکائیل جبرائیل نمیدونم قبلا شهید شده بود است و بعد رجعت میکند، این همون شعیبی است که در مقدم نیروهای حضرت مهدیه. این فاضل معاصر میخواد بفهمد که هیچ وجهی ندارد لا موجب لحمل اسم شعیب الذي على مقدمه جيش المهدي على ارادته، میخواد بفهمد که لازم نیست اصلا دلیلی و وجهی ندارد که شما تطبیق بدید و بگید اون شعیبی که شهید شده بود و بعدم برمیگرده این همون شعیبی است که فرمانده نیروهای پیشرو حضرت مهدی باشد. کما لا موجب لحمل اسمه علی الذی یخرج من سمرقند، خب بفهمد که خب یه آقایم از سمرقند سر در میاره، در وجهی ندارد که ما بگیم که این شعیبی که در بغداد دیدن در قعر چاه بوده و کشف که قبلا این شهیدش کردن و بعدم رجعت میکنه، دلیل ندارد که ما بگیم اونی که از سمرقند ظهور میکنه همینه. خب از این عبارت ما چه استفاده میکنیم؟ ما سه تا شعیب داریم، یه شعیبیست که بله از سمرقند، یه شعیبیست که بله در قضیه بغداد در قضیه حفر چاه و جسدشو پیدا کرده، یه شعیبی هم که مقدم یه جیش هست مهدیه. شو میخواد بفهمد که اصلا اینها چند مقوله هستن تطبیق بر هم داده نشود. لا موجب لحمل اسمه علی الذی یخرج من سمرقند و یکون علی امیرا علی جیش الحسن. عجب، ببینید اونی که امیر است بر جیش حسنی او یه شعیب ابن صالح، اونی که امیر است و بر نیروهای پیشرو و مقدم حضرت مهدی اونم یه شعیب ابن صالح است، اونی هم که جبرائیل میکائیل ان یمینی ان شمالی و جسدش را در قعر چاه در بغداد دیدن اینم یه شعیب ابن صالح. خب اینا را نمیشه تطبیقشون داد و گفت که یک نفر و یک مرد هستن. خب پس این آقایی که در قعر چاه بود و تعبیر شد که رسول النبی، شما میگه لعله شعیب ابن صالح النبی، تو روایاتی که ما میش برخورد کردیم رسول الله بود، نماینده شعیب ابن صالح النبی، ایشون میخواد بفهمد که نه شاید خود همون شعیب ابن صالح النبی باشد المذکور فی القرآن. خب ما روایاتی داریم که چند تا پیامبر با حضرت مهدی هستن، حضرت عیسی و حضرت مهدیه، درسته؟ دانیال و حضرت مهدیه دیگه، داوود ظاهرا حضرت داوودم در بعضی از الیاس با حضرت مهدی است. خب طبق این روایت اگر سندش درست باشد باید بگیم شعیب نبی هم همراه حضرت مهدی است، نه این که بیم شعیب ابن صالحی که در از سمرقند ظاهر میشه با حسنی است، شعیب ابن صالحی که در مقدم نیرو هست مهدی است، نه این که بگیم این همونه، نه. پس ما سه تا شعیب ابن صالح پیدا کردیم. خب میفهمد که لعله شعیب النبی که در قرآن نامش به میان آمده، حیث انه یخرج مع المهدی الخضر و الیاس، خضر هم با حضرت مهدی هستند. روایات شما اینجا مطرح کردیم، ظاهرا اون مقداری که ما
نسبت به حضرت خضر در روایات پیدا کردیم این است که در دوران غیبت مونس حضرت مهدیه، اما هنگام ظهور آیا جزء سربازان حضرت، جزء یاران حضرت و جزء نیروهای حضرت است؟ من چیزی به دست نیاوردم چیزی از روایات. حالا اگر مطلبی شما دارید به ما بگید ما استفاده کنیم. خب بله، نه نه نه، ایشون میگید یخرج مع المهدی الخضر. خب اگر ما گفتیم که دجال قبل از علامات ظهوره، از علامات ظهور است دجال، ما به این نتیجه رسیدیم دیگه. خب حالا علامت حتمی هم نیست ولی از علامات، و اون روایت هم اگر در کتب ما هم آمده باشد، نه در مثلا روایت خاصه باشد، روایت عامی بود، خب اون روایت هم حکایت از این دارد که درگیر میشه با دجال پس قبل از ظهوره. اما اینکه ایشون میفرماد که مع المهدی یخرج مع المهدی، اینه من عرض کنم اگر مدرکی مطلبی هست ارائه بدید ما استفاده کنیم. خب ایشون میفهمد که روایاتی هست که اشاره به این دارد، ما پیدا نکردیم. بعد میفهمد که همونطور که حضرت عیسی هم با پیامبرک با حضرت مهدی هستن، این که بله بحث نیست، کما ینزل عیسی و یصلی خلفه بله و علی ای تقضی. حاصل مطلب اینه الروایات الوارده فی شعیب ابن صالح، روایات راجع به شعیب متعدد ما داریم. میفهمد لیس فیها اشاره الی صفت تمثیل رسمی، شعیب ابن صالح که در روایات ما آمده است به عنوان نماینده رسمی و کسی که از طرف امام تعیین شده باشد تو روایات ما به چنین مطلبی برخورد نمی کنیم. تکرار کنم، در روایات این مطلب که حضرت که امام زمان علیه السلام شعیب ابن صالح را به عنوان نماینده خودشون تعیین کرده باشند، انجیزیر ما در روایات نداریم. بله قبل خروج المهدی مثلا ایشون از طرف حضرت نمایندگی داشته باشد. هادا معن خروج او هو فی نفس سنت الظهور، خروج آقای شعیب در همون سال ظهور است، المشتمل على العلامات الحتمیه، اون سال ظهوری که بالاخره یک علامات حتمی به وقوع بپیوندد. بله اما ای در روایاتی آمده است که بعضی علامات حتمی را در بر دارد، ولی استفاده نمی شود که خود شعیبم جز علامات حتمیه است، جز علامات، اما جز علامات حتمیه رو ما نتونستیم استفاده کنیم جز همین وحدت سیاق، اگر این تعبیر درست باشد و این مستند درست باشد. بله شعیب ابن صالح جز روایتی آمده است که اشاره دارد به مثلا سفیانی، اشاره دارد به یمانی، و به قرینه سفیانی و یمانی ما میتونیم بگیم که پس آقای شعیب هم جز علامات حتمی است، ولی این درست نیست، چون یکی دیگه هم هست، مسئله مربانی هست، مربانی کسی نگفته از علائم حتمی است. خب اما نفس زکیه، خب ایشون دیگه ما بحث قبلا مطرح کردیم و دیگه نیاز نیست ما این بحث رو مطرح کنیم. مراجعه کن فقه و علام ظهور صفحه 23. خب بعد از این باز ببینیم کسان دیگه میان یه سری بحثایی مطرح میکنن، به نظر من این بحثها خیلی مستند نداره، یه روایتی رو میبینن بدون اینکه تحقیق کنن. خب مطلبی را از کتاب عقاید الامامیه نقل میکنه و چند تا هم روایت میاره، بعد این روایت را
من دلم میخواست بدونم این روایت از کجا نقل شده و این تطبیقاتی که ایشون میدن همطور راحت. بله، در مورد قیام یهود در خاورمیانه و تشکیل دولتی به نام اسرائیل در فلسطین، بالاخره متلاشی شدن حکومت آنان با شرکت اعراب و مسلمین به کمک یک دیگر، اصلا خود همین تعبیره شرکت اعراب، بله، به ویژه ارتش نیرومندی که از طریق عراق برای سرکوبی یهود آزم فلسطین می شود. در حدیث بسیار جامع و جالبی از امیرالمومنین چنین نقل شده است. حدیث بسیار جامع و جالب، خب مدرکش رو بفرمایید از کجا این حدیث نقل شده. خب فرمودن که آقا فرمودن ستأتی الیهود من الغرب، یهودی از غرب میان، لانشاء دولتهم به فلسطین، حکومت خودشون را تشکیل بدن در فلسطین. قال الناس یا ابا الحسن انا تكون العرب، عربا کجا خواهند بود؟ عجاب انا ذاک یا تکون مفککت القوا، مفککت القوا قدرت هاشون از هم گسیخته است، مفککت العرا اونا بالاخره مشکل اتحاد دارن و غیر متکافئه، غیر مترادفه، هماهنگ نیستن. بعد به ایشون عرض کردم که ایتول هاد البلا، این مصیبت طول میکشه. فرمودن لا، حتی اذا اطلقت العرب اعنتها، عربا دیگه زیر بار حکومتاشون نرن، و رجعت الیها عوازم احلامها، آرزوهاشون امیدهاشون دوبارهشون برگرده، اندئذن یفتح علی یدهم فلسطین، و دست عربا فلسطین آزاد میشه، و تخرج العرب ظافره، عربها پیروزمند، و موحده، و ستأتی النجد من العراق، از عراق هم به کمک آنها خواهند رفت. بله، کتب علی رایتها القوه، پرچماشون قوه نمیشه، مثلا اشاره به آیت، مثلا تشترک العرب والاسلام، مثلا این روایات، این عبارت پیداست که اصلا روایت نیست، تشترک العرب والاسلام یعنی چی؟ یعنی عرب را در برابر مسلمان ها و اسلام، اسلام را در برابر عرب، خود این روایت پیداست که اصلا نزد. بله، اینجوری معصوم صحبت نمی فرماد. بعد می فرماد که کافتا لتخلص فلسطین معرکه، ای معرکه فی جل البحر، ساعت چند وقت داریم؟ فی جل البحر تخوض الناس فی الدماء یمشی الجریح علی القتیل، که درگیری سختی پیش میاد، مجروحین روی کشتا حرکت میکنن. بعد فرمودن که ستفعل العرب ثلاثا، سه بار این کار میکنن، و فی الرابعه یعلم الله ما فی نفوسهم، بار چهارم دیگه خدا ثبات اینها رو میدونه، و الایمان فیرفرف علی رؤوسهم النصر و ایم الله یذبحون ذبح النعاج، همینطور که حیوانات سر میبرن یهود را سر میبرن، حتی لا یبقا یهودی فی فلسطین، همه یهود را سر میبرن. خب این روایت از کجا؟ بعدشون میاد میفهمد که نیروهای کمکی از طریق سرزمین عراق به آنان خواهد رسید. تو روایت چی بود؟ بر فرضی که روایت باشد، خب از طریق، من روایت را بخوانم براتون. بله، ستأتی النجد من العراق، کمک از کدوم؟ یا کمکی از عراق. ایشون میفرماد که عراق یعنی چی؟ از طریق عراق، یعنی عراق شده ترانزیت، از جای دیگه میاد، خب سرزمین عراق، که بر روی پرچمهاشون نوشته القوه. خب القوه میخواد بگه اشاره به همون، بله، آیه شریفه است، واعد لهم ما استطعتم من قوه. خب بعد میگه و عرب ها و سایر مسلمین مشترکاً برای نجات فلسطین قیام میکنن و چه جنگ سختی در میگیرد. آنگاه میفهمد که عرب ها سه بار با یهود میجنگن و در مرحله چهارم خدا اینا را ثابت قدم میبینه، مخلصانه اینا کار میکنن، خب پیروزشون میکنن.
چون میگه با توجه به این جمله که امیر مؤمنین فرمود تشترک العرب والاسلام، خوب دقت کنید که من سرو همین همه خود همین رو من قرینه میگیرم که از امام نیست این سن، اصلا این تعبیر تعبیرات امام نیست. ایشون میگه که همین قرینه است، تشترک العرب والاسلام کافه، اسلام و عرب مشترکن. میگه مراد از اسلام مسلمانای غیر عرب هستن و ایرانیان، اسلام غیر عرب یعنی ایرانیان، که در هنگام ظهور به رهبری سید حسنی و فرماندهی شعیب بن صالح از طریق عراق سوریه برای نجات فلسطین به سوی قدس عزیز عزیمت میکنند. شما آخه خود همین قضیه حسنی را ما نتونستیم به جایی برسونیم. حسنی نفس زکیه است یا شخص دیگره؟ میزان از کجا ظهور میکنه؟ مدت عمر چقدره؟ بعضی رو نصوص داشت که تا 50-60 سال بله سیاست و مسائل نظامی رها میکنه، میره برای مکه، اونجا میمونه، بعد از سالها که فوت شد پسرش روی کار میاد. اینا برای ما هنوز روشن نشده که ایشون به ظرف قاطع این مطالب را مطرح میکنن. بله نگاه کنید، بله ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل، خب بعدم به نقل از اقادر امامی جلد 1-270 اینجور قضایا را به ظرف قاطع نقل کردن بدون بررسی سند و مقدار اعتبار منابع آن، به نظر من کار شاید عالمانه و محققانه نباشد. السلام علیکم و رحمت الله.